امروز هم برای اولین بار اولین خواننده ایرانی که به این مدال دست یافته کسی نیست جز هنرمند خوب کشورمون اندی که مطمئنن باعث افتخار همه ماست. اگر موافق هستید با هم بریم به دیدار The Man, The Myth, اندی. Welcome. خوش اومدی به Thursday Night Fever. خوش اومدی به Stars on Brand. و خوشحالم که امشب با ما هستی. من خوشحالم که در تمام مراحل موفقیت‌های تو بودم و امشب می‌بینم که اولین تاک شو با آدینس باحال در شهر قشنگ. بله. تبریک میگم به واقعا چقدر ست قشنگیه و تو هم که تو این کار حرفه‌ای هستی مطمئنم که کار موفقی خواهد بود. متشکرم. آره دست بزنیم برای علی رضا. مرسی. درباره این تجربه بگو. الیس یه تجربه واقعا جالبه، یه تجربه افتخار آفرینه و به تبریک میگم منم. مرسی. خب اولا که من هر کاری میکنم به هر موفقیتی که میرسم اولین هدف من اینه که اسم ایرانی در مجامع بین المللی خوب و مثبت به نظر بیاد و بله الیس آیلند یک ارگنایزشنیه که تقریبا بیشتر از 30 سال که به مهاجرانی که به آمریکا میان و تو آمریکا موفق میشن و از موفقیتشون استفاده میکنن که به بقیه آمریکایی‌ها یا بقیه دنیا کمک کنن. برای شعارشون استقامت وطن پرستی، برادری، giving back to the society، diversity. بله. و باید اعلام کنم که چرمن این اسوسییشن الان یک ایرانیه، یک انسان بسیار بسیار خوب و وطن پرست، ایران دوست به اسم آقای کاظمینی که حتما شما براش یه دست بلند بزنید. و من باعث افتخارم اینه که در کنار انسان‌های واقعاً accomplished امسال بودم، نه تنها فقط 8 نفر از هموطنان ایرانی بلکه 7 نفر از ارامنه‌ای که از کشورهای مختلف جهان بودن اونجا بودن و برای من افتخار بزرگی بود که در کنار این دوستان بودم. من دیدم که بله این دست خب در رابطه با دکتر اردوهانی صحبت کردیم، آزیتو راجی، هرمز آمریک، پرزیدنت نفتکس هستش، یکی از کمپانی‌های بزرگ نفتی در آمریکا و همینطور شاهین تجارتی. بله. همه اینها رو دیدی دیگه. همه‌شون رو تک تک باشون برای اولین بار آشنا شدم و پاسور بازی کردی. چای ایرانی خوردیم. چای ایرانی خوردید. باید بگم که واقعا از قدیم گفتن که درخت هرچی پربارتره سربزیرتره. این انسان ها، این هموطن هایی که من دیدم واقعا تو کار خودشون بهترین هم در دنیا، ولی آدم های خیلی سربزیر و خاکی و به نظر من می اومد که مثلا 30 سال ما با هم دیگه دوست هستیم. این احساس بین همه ماها بود. بله ما ایرانی هایی بودیم. این عکسایی که الان داشتم نگاه می‌کردم همونطوری که تو بعد می‌کنی، خب
این عکس داره نشون داده میشه، واقعا افتخار هستن. این جمع ایرانیایی که در کنار هم دیگه شما ایستادید باعث افتخاره و دیدنشون، دیدن این همه ایرانی که در جاهای مختلف در رشته‌های مختلف. دکتر تجارتی رو من دوستان دربارش بگم که ایشون گاینکولوژیست هستش و یکی از کسانی هستش که این سیستم روباتیک رو داره انجام میده برای خانم‌ها و برای ازدواج. اصلا باور نکردنیه برای زایمان انجام میده. خب این نشون میده که بچه های ما اگر موقعیت بهشون داده بشه جز بهترین های دنیا خواهند بود. کشور آمریکا به همه ما ایرانی ها این موقعیت داده که دستمون بازه، هر از نبوغمون استفاده کنیم در هر کاری که هستیم، حالا یا در نسا هستیم یا در پزشکی. میبینین که بهترین هاش واقعا بچه های ما ایرانی هستن و دلیل بزرگشه و باید کردیت داد کشور آمریکاست که این موقعیت رو به تمام ایمیگرانت ها میده. خب ما این چند روزه، من اولا هافینگتون پست رو دیدم، برام خیلی جالب بودش. توی وایبر همیشه اون رو دنبال میکنم و همیشه مطالبش رو میخونم و گاهی وقت داشته باشم میرم روی وبسایتش رو نگاه میکنم و وقتی که این مطلب رو خوندم در رابطه با تو برام خیلی جالب بود، برام خیلی قابل احترام بود و افتخار آفرین که یه چنین نشریه‌ای در رابطه با ایرانی ها و در رابطه با همه نوشته. من دیدم که یکی از کسانی که گرفته بود این رئیس دانشگاه ساوت کارولینا بودش. بله. که با شما ها در این مراسم بودش و با هم جایزه الیس آیلند رو گرفته. بله. خب برای اونایی که برای من خاطره آمیز بودن، باز آلدرین بود که دومین کسی بود که روی کره زمین پا گذاشته و کره ماه پا گذاشته. مذهب من کره ماه که ما هم هستیم. دومین نفر حوا بود. من یادمه که در سال 69 که آپولو 11 روی کره ماه می نشست، ما در یکی از روستاهای اصفهان زندگی می کردیم به اسم سگزی و بعد از نیمه شب هم بود، من و پدرم تو حیات دراز کشته بودیم، پدرم یه رادیوی ترانزیستوری گذاشته بود رو سینه‌اش و داشتیم ستاره ها رو نگاه می کردیم و ماه رو نگاه می کردیم و باز آلدرین اون موقع رو ماه پیاده شدم و این هفته در کنار همدیگه بودیم و برای من یه افتخار خیلی بزرگی بود. خیلی جالبه. آره. اندی عکسشو دیدیم و قیافش ولی لمسش نکردیم. دوست دارم که این نشان رو، این مدال رو برام بیارن و از نزدیک با هم نگاه کنیم. آماده هستید؟ خب این نشان بسیار زیباییه. من دازم گردنم؟ نه گردن شما بد میاد. آره تو رو خود. نه قشنگه. نه خب من لمسش کردم. دوستان اگه ممکنه اینو بدی به بچه‌ها بقیه هم لمسش کنم. بسیار عالی، بسیار زیبا. من باید راجع به این مدال بگم که این به خاطر این مدال الان دنیا به حواسش به طرف موسیقی ایرانی خواهد بود. اولین باره که هنر موسیقی ایران در یک جامعه بین المللی به این بزرگی مطرح میشه و برای من که سالهاست دارم سعی میکنم موسیقی ایران رو به غرب بشناسونم، به نظر من این قدم خیلی خیلی بزرگیه. آره این مدال رو تقدیم میکنم به همه هموطنان که اینجا هستند و برای اینکه همیشه من راجع به این صحبت کردم و من افتخار میکنم که ایرانی، ارمنی، آمریکایی هستم، این مدال برای هر سه تاش است. ماهی نیستش که تو کاری نکنی که ازش سر صدا نباشه و واقعیت میگم به تو، یعنی هر ماه
اندی یه کاری انجام میده که بسیار جالبه و بسیار دیدنی و یه موتور خیلی قوی اندی به همراهش هستش که این موتور تمام اطلاعات رو به ماها میرسونه، به تمام رسانه ها میرسونه. اونم خواهر اندی هستش که کارهای اندی رو انجام میده. چقدر خوبه که تو خانواده هست همچنان. هاسپیک عزیز، امشب آراکس هم اینجاست و کارهای ما همیشه خانواده هست. والا من صبح که بلند میشم ایمیل ها رو چک میکنم یه چیزی اومده. و یکی از چیزایی که لذت بردم و خیلی خوش آمد، اتفاقا با تهیه کننده فیلم پرامیس آقای اسرائیلیان صحبت میکردم. ایشون هم یک ایرانی ارمنی هستن، دکترن ایشون. بله. تهیه کننده این فیلم بسیار زیبای پرامیس. کیا فیلم پرامیس رو دیدن؟ و فیلمی که به هنرمندای مطرح هالیوود ساخته شده، بسیار عالی بود. و بعدم خبر دیگه که دیدم درباره تو صحبت میکردن و چقدر خوب و داشتم میگفتم که چقدر هنرمندای ارمنی ما، هنرمندای ایرانی ارمنی ما به خصوص چقدر اکتیف هستن و به خصوص سردسته همشون کسی جز اندی. مرسی، سعی میکنم. بعد دو هفته بعدش فیلمی اومد به بازار به نام American Wrestler که در برنامه گذشته با بچه‌ها، با علی افشار، کریستینا مور و جورج کاستورس باشون گفتگو داشتم. بله. و از تو صحبت بودش و آهنگی که تو و شینی بهشون هدیه کردید. بله. اجرا کردید و آهنگ تیم این این فیلم شد. بله. اسم آهنگ The Rise. The Rise که شینی ترانش ساخته و آهنگشو با جیمیس با هم دیگه ساختن، کسی که موزیک متن فیلم ساخته و ویدیوش هم شینی هم پرودوس کرده هم دایرکت کرده. بسیاری موافق هستید الان از شینی دعوت کنیم که با ما همراه باشه در بقیه برنامه؟ بله بله. اگر موافق هستید میریم برمیگردیم، بعد با شینی عزیز خواهیم. موافقید نوبت میرسه به هنرمند دوست داشتنی، هنرپیشه، سانگ رایتر، خواننده شینی ریگزبی. Hello. Hello. How are you? Isn't this beautiful? Wow. Mubarak. It's beautiful. Merci. 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 خوبی. مرسی. خوبی. مرسی. من خوبه. دیگه کم کم داریم با هم دیگه فامیل میشیم دیگه. فارسی. والله همه چی میفهمه. همه چی میفهمه. آره. ارمنی هم میفهمه یه جورایی. You speak Armenian too? You understand it, right? خیلی کم. خیلی کم. باریکالله. شاد نامه. پرسترش دیگه نمیتونی مرد بزنی. آره نمیشه. نه اصلا. هیچ وقت نمیشد. شینی عزیز. It's good to see you. You too. Well, you've done so many things. So many things. You produced movies and you produced some different things. What's the latest project that you have? Latest project. Well, I'm going to have to speak in English to be fast. I worked on a project called City of Crows. It's a television pilot we just completed, and we'll see what happens. It's hopefully going to City of Crows. City of Crows.
شهر کلاغ ها. شهر کلاغ ها. Very good. Well, what's it about? It's about a young Latina female who starts discovering that she has psychic abilities. Really? That's very interesting. It's a female, female-driven cast, but lots of diversity. Has Middle Eastern characters, Latin characters, African American, and I'm the sort of token white girl. Nice. Is it just a, like a? It's a dramatic series. Dramatic series. Yes. Dramatic series. I worked with the writer and director. She's my partner. Okay. And it's her project, and we shot it all in LA last summer, and we just completed it. So we'll see what happens. And it's ready. It's ready. It's in the can. It's in the can. It's very good. Being the final color correction, as they say. Fantastic. Good for you. Good for you. میدونی چند تا آلبوم شینی داره تا حالا؟ Anybody know? No? How many albums? چهار تا. چند تا آهنگ فارسی؟ چند تا آهنگ فارسی بلدی؟ نمیدونم. Maybe شیش؟ شیش تا فکر کنم. شیش و سف. من شیش تا. با اندی also. با دی جی مثلا یکی از آهنگ‌ها بله دی جی با دختر پسرا دست بالا کدومه دست بالا I like that African American guy. به نظر من ماسترپیسیه که شینی خونده. دوستان وقتی میرن خونه گوگل کنن برگرد به من شینی. برگرد به من. برگرد به من. آها. مثل پاریس. Turn to me. آها. این برگرد به من معنی یه چیز دیگه هم میده. مثلا تو پشت تو کردی شب برگرد به من. برای تو این معنی. ما از این شوخی ها با علی رضا داریم. And پاکسیما نوشته که آهنگش مونی کیه؟ آهنگش you can explain. It's an old Portuguese song. Okay. It's recorded in Portuguese, in French, and I did in Farsi. Fantastic. پاکسیما wrote شعرش خیلی خوبه. بسیار عالی. باری شاءالله پاکسیما. به افتخار پاکسیما زکی پور. Very good. خب آهنگ رایز. بله. آهنگ رایز رو دوستان دربارش توضیح بدی. این سوژه از کجا اومد؟ Who had the idea? You said in English, I'll say it. I'll say fast in English. So obviously I read the script, saw the movie, and it's very inspirational. It's very uplifting. So those were the first ideas that came to me was uplift, rise. And I started there, and I just sort of went from there. وقتی علی افشار فیلمو داشت درست میکرد، سکریپتشو برای شینی فرستاد و از روی سکریپتش یعنی سناریوش شینی شعرشو نوشت. چون خب ما یک آشنایی هم با علی افشار از قبل داشتیم به خاطر مادر گرامیشون و لیلا کسرا عزیز و شینی ترانه رو یه جوری نوشت که تقریبا میشه گفت از زبون لیلا کسرا هم گفته میشه. برای همینم وقتی میگه پاشو پسرم منظورش مادر علی افشاره. یه چیزی که وجود داره توی این آهنگ، من اولا آهنگو خیلی دوست دارم، بسیار قشنگه، جفتیتونم خیلی خوب اجراش کردید. این هستش که خیلی وقتی که فیلم رو نمیدونن که این آهنگ فیلمه، تو فکر هستن که شینی به کی میگه پاشو پسرم؟ میدونی چی میگم؟ واقعا نمیدونم. آره باید فیلمو دید. وقتی فیلمو میبینین میبینین که ایده اینه که کشتیگرا وقتی میفتن یک انرژی باید بهشون، حالا یا از طرف مربیشون میاد یا از یه طرفی یه انرژی میاد که میگه پاشو. و در این کیس به خاطر اینکه خود علی افشار فیلمو ددیکیت کرده به مادرشون و شینی از زبان مادر
علی افشار میگه پاشو. میدونی in the video I'm kind of like the I forget angel is Fereshte. Angel, I'm sort of the angel of her representing the spirit of the mom in a way. So تو ویدیو نقش فرشته است. دوست دارید یه خبری به هموطنان بدیم در رابطه با فیلم American Wrestler The Wizard؟ بله, you say it in English. You know what happened, right? Standing in iTunes right now. Yes, number one. فیلم American Wrestler The Wizard که علی افشار اون رو تهیه کرده امروز در جزء فیلم های آیتونز مقام اول رو پیدا کرده. و شما میتونید برید روی آیتونز یا اپل تی وی اگه دارید این فیلم رو دانلود کنید, بخریدش و ببینید. فیلم بسیار قشنگیه, فیلم خیلی خوبیه, فیلم خوبیه در رابطه ما ایرانی ها, به خصوص ماهایی که اواخر سال 70 دهه 70 آمریکا 1970 به آمریکا اومدیم یا اوایل دهه 80 به آمریکا اومدیم. این اولین فیلم آمریکاییه که قهرمان اصلیش ایرانیه. چون همیشه معمولا تو فیلم های هالیوودی بد گای, حالا نمیگم تروریست, نگفتم, تو گفتی. نه اشکال نداره. همیشه این دارا تو میگی بد میزه من گفتم. اشکال نداره. این اولین باری که قهرمان اصلیش یک ایرانیه و وقتی شما از این فیلم حمایت بکنین هالیوود بیشتر فیلم هایی درست میکنه که قهرماناش ایرانی باشن. پس بله, حتما این فیلم رو به این تماشا کنید. Where did you get learn acting? Where did I learn? Well, honestly, when I was a little kid, I was the little kid that would do the shows in the garage and go to the neighbors and say, come and pay a quarter and watch my shows. That's how I started, for real. But when you came to California? But when I came to California, I took it seriously and I studied a technique called Meisner. So I studied for about 3 years. Fantastic. شینی به تازگی یک موزیک ویدیو رو کارگردانی کرده که هنرپیشه اولش بسیار سخت باش کار کردن و من تجربهش رو بارها و بارها و بارها داشتم و How did it go? He says it's hard. I told you privately, but I'll stand by it. I'll stand by what I said. That's no, okay. He was very good. He took direction well. I got to give him credit. Yeah, I'm a good listener. It's different. Miruni Chimigam, for anybody, for men to take direction from a woman is hard, especially the wife, you know? So I think he did good. So he did good, huh? Yes, Valerie. Misha, as on top of the person, bullshit Misha go off to television? It's okay. I had to shut him down a couple of times. Okay. He had some ideas. I said, nah, not doing that. Very good. You wash the dishes. I'm sure برای اولین بار اندی و شینی برای شما این آهنگ رو اجرا خواهند کرد. آهنگ رایز رو بخونم به اضافه سورپرایز دیگه‌ای که خواهیم داشت با اندی که مطمئناً جالبه. اندی یه فوتبالیست بسیار خوبه که سالها با هم تو تیم هنرمندان با هم توپ زدیم, یا هافبک بسیار خوب, پیستونی, جلو و عقب خیلی خوب میره. دوست دارم که یه تستی با هم دیگه بکنیم اینجا غیر از فوتبال که ببینیم با هم دیگه چی کار میکنیم. تا اینا حاضر بشن از شینی دوست دارم سوال کنم. Who did the editing for the video? A guy called Martin Gutierrez. Uh-huh. He's a Latin guy, a very talented editor. I worked with him on City of Crows, actually. Oh, really? So when we started this, I wanted someone who understood music, and he's also a composer, a great composer. I worked with him on the show as well. So I wanted someone who could, that we could communicate with musically, but could tell a good story and take direction. Are you shopping City of Crows right now? Yes. You're shopping, yes. Are you going to go take it to MIP or what? We have a few
internal places between myself and my partner that we have politically have to go through first. Okay. بذارید توضیح بدم که بیپ چی هستش و چیکار می‌کنن. وقتی یه سریال درست می‌کنید، یه پایلوت درست می‌کنید، یک که اینو به صورت قسمت اول کاملش رو می‌سازید یا بهش میگن قسمت صفر، بعد اون رو برمی‌دارید برای به کمپانی‌های مختلف یا تلویزیون‌های مختلف معرفی می‌کنید و بهترین جا برای این کار جایی نیست غیر از کن در فرانسه، نه در هنگام جشنواره که جشنواره کن اجرا میشه، نه در دو بار در سال اتفاق میفته به نام میت تی وی که شما میرید به کن اون فیلم رو در دارید، از کمپانی‌های مختلف تلویزیون‌های مختلف میان اونجا اون رو نگاه می‌کنن، یا قسمت اول یا بخش از اون رو نگاه می‌کنن و بعد از اینکه انتخاب کردن یا خوششون اومد پیشنهاد رو میدن که این سیزن ساخته بشه و این فیلم رو خریداری کنن یا برای کشورهای مختلف یا برای زون‌های مختلف در جهان. بله. It's very difficult میدونی because now many distribution option, right? All over the place on your phone and everywhere. But our lead actress is also in one of Brad Pitt's new TV shows. So really? We have a good Which feeling. One? I think it's called City of God. It's okay. coming on TNT. Uh-huh. I think they've changed the title, but I think it's called City of God. Her name is Alicia Sixtos, and she was in several other TV series. So she's a very talented girl. Nice. Is Andy doing anything? Andy will come and visit me. No, I'm kidding. No, if he wants to be... Lala Land. If he wants to be on, he'll be on. He has an open invitation anytime. Yeah. Merci. Top. Andy و شینی داستان جالب دارن. اونم این هستش که اینا خب همه میدونن که اندی و شینی به هیچ عنوان گوشت نمیخورن، یعنی سبزیخوار هستن 100%. و غیر از این مسئله این مهم نیست، سگاشون هم گوشت میخورن و سبزیخوار هستن، باور کنید. برای همینم امروز سرآشپز ما شف معروف زاره از ستارز آن برند برای ما یک اسپشیال دیش درست کرده. آقای زاره. Wow. Bravo. That's amazing. خب اینجا چی هستش؟ اینجا باید بخوریم الان. Vegetarian kebab. اینا وجی ها؟ These are all my favorite stuff. میمونه که. وجی و سبزیجات. وجی کباب. آها. باریک الله. باریک الله. یه دست بلند بذارید به افتخار. خیلی خوش. زود مصاحبه رو تموم کن شروع کن. آره. خیلی خوب. اندی پشت. چیکار باید بکنی؟ میخوام ببینم چیکار میکنی. This is a surprise. نه؟ آره میخوام ببینم چیکار میکنی. با دست یا با پا؟ نه با دست. بذار بزن توی از همون جا دیگه بیدم با پا از اونجا با پا از اونجا تا با دست با مرسان با مرسان قدیم گفتن کار رو به کاردان بدیم. ببین واقعا نگاه کن خجالت آور بود. دومیش انداخت. تو چند تا طول کشید؟ 4 تا 5 تا. اگر من با پا شوت می‌کردم بهتر بود. آره مطمئنم. ولی خب دوست داشتم هموطنان عزیزم بالاخره یه خورده
یه انرژی ببینن. از اندی همه چیز دیدیم دیگه، یه ویدیوهای دیدیم حتی فوتبال بازی میکنه بعد میکوبه به این ور ور آتیش میگیره. دیدین حتما اون رو دیگه. اون دیگه کارهای کوجی کار یادش بخیر. در صورت خوشحال شدم هر دو تون رو دیدم. It's wonderful to see you both. Merci. Thank you for wonderful. و انشالله که موفق باشید. ادامه برنامه با هم دیگه خواهی بود. You went to Washington D.C. also, yes, right? Yes. How was it? Amazing. You mean New York? Oh, was it New York? Oh, for yeah, this. I thought we were talking Ellis Island was in New York. Oh, it was New York. Yes. آره دیدم از این اکسیم دیدم بقیل Statue of Liberty. اکسیم. اون آتیش بازی واسه شماها بود یا بله بله. مراسم رو توی خود جزیره Ellis Island انجام میدن. برای اینکه اونجا جاییه که سالهای 40 و 50 وقتی ایمیگرنت ها با کشتی ها می اومدن می اومدن تو اون آیلند، بعد انتخاب می کردن کی وارد بشه کی وارد نشه. همون سالونی رو که این ایمیگرنت ها می اومدن اینجا جشن رو می گیرن و سلبریت می کنن. بعد با کشتی ما رو می برن بردن بغل استچو آف لیبرتی، بعد آتش بازی ها رو شروع کردن که تمام نیویورک illuminate میشه. آره این ویدیویی که دارن قدم میزنین شماها یکی پس از دیگری تو Ellis Island. اونا دیدم تو رو. بعد اندی ما اندی ما دوست داریم این کارو. به افتخار اندی و شیلی. مرسی. مرسی.